کیا؟ آفریقایی ها خودتو به خیلی نزن، همین خانواده آکرین اینا دیگه قاچاقچیان. چی داری واسه خود حرف میزنی؟ ببین به جان شکوفه که میگم بی خودی قسم نمیخورم، اینا تو ماشینشون 30 کیلو کوکائین جاسازی کردن. 30 کیلو کوکائین تو ماشینشون؟ بله من تو خلا بودم، در رو باز کردم، یه خود دیدم پدر و پسر دارن با هم دیگه حرف میزنن. فهمیدم که 30 کیلو کوکائین تو ماشین جاسازی کردن. کجای ماشین؟ نمیدونم، همونجا که جاسازی میکنن دیگه. ببین میری برای تو ماشین رو میگرد. خب اگه دروغ گفته باشه من میدونم. و تو چه سلام میدونم؟ بوش از بوی کنده پاچم بدتره. نمیخواد بو کنی، یه زنگ بزن به شکوفه ببینم. بابا موقع خواب موبایلشو خاموش میکنه. بفرما همش دست دعای دیگه، وقتی هر کس اونا کسی رو از کوچه و خیابون برمیدن میری خونه همین میشه. بفرما هر فیلم رو ننداز و یکی کم به دستان بوله کرده اونه قاچاق چی هن 30 کیلو کوکائین دارن. بکنم میگه من خوشم رو میاده اینقدر اینا رو در نیار. اینا رو واسه چی آمدین اینجا؟ قیمه ها رو واسه چی میریزین تو مقصا؟ آقا جون آقا جون من مدیریت میکنم. مرده بابا جان دفعه اول هم دارم گرگاه میگیرم، بعدش این به اندازه 3 نفر آدم انرژی میبره. چاخ چهر بد بدن. گفتم مدیریت بسپر به من همینه. ببین پدر پسر این دفعه یه دوزم قفولی بستن آماده زنگ زدن به پلیس 110 هستم. آقا لازم نکرده به 110 زنگ بزنی. بیا بابا یعنی این یک کیلکان بیدامش هممونو پاره میکنه. بیا کمک ما بیرم بابا پلیس 110 که پشت در نیست زنگ بزنی بفرم تو بیام بگیرن. باید اینا قولهش رو جمع کنن، اسلحه بگیرن، ماسک بزنن، آماده بشه باید بیان. الو سلام علیکم آقا، اونجا پلیس 110 سلام علیکم. بله برادر، بنده کامبیز اسماعیلی هستم، بچه نواسه پسر خاله های اسماعیلی. آقا جا یه مشهد کامبیز اسماعیلی که میشناسه بده من گوشی را. بله ثبات کو، شما پسر آقای پشندی هستین؟ ایوا بله دبیرستان احسان کامی هستم. شنخت جدی؟ ماما مواد بابا چی مواد مخدر داری؟ الان فهم کنه کار ماست. بده من اینا بده من سیکی. الو سلام علیکم برادر، خوب هستین شما؟
ببخشید، میخواستم یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم. ما یک خانواده اومدن منزل ما و ما متوجه شدیم که شیطون گلشون زده و 30 کیلو کوکائین دارن. بله بله بله، الان دستگیرشون کردیم. بله مطمئنم. بله بله بله، آدرس یادداشت بفرمایید، 4 کلانتر. خواست دارم کار خودشونه. احمدی جان میشه یه ذره از زیاد نفت کنم؟ از منو قصه چیه؟ یعنی چی میتونه باشه این موقع روز؟ نکنه پلیس اومده. من پلیس که فکر نکنم دیزودی برسه. نه پلیس همیشه حواسش به همه چی هست. اینقدر داره به روش بینید، داره به روش. من مدیریت میکنم، من مدیریت میکنم. یه ذره مدیریت ضعیف کن بابا. باشه اینا تو چه لجلو میری؟ ببین من اینم در وا میکنم، اگه هم دست شد با مارکا میزه تو دهنش. نگران نباش، حواسم هست. برو برو قوی قوی. عجله نکن. وایسه آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم. چه روزه دیگه؟ گفتم که آزمایش میکنیم، نگران نباش. برو برو نشون عجله نکن. کیه؟ باز کنیم درو. بله باز کنیم. چش تو نره بیرون، بزن اونا بیان تو. بله بفرمایید. سلام. سلام. بله سرگرد رحیمی هستم. جا سرگرد تکون نخور. بله 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 همه شو دستگیر کردیم. تو بفرمایید. جنوب سرگرد جای تقدیر و تشکر برو از نیروی پلیس. از خارج هم سریع تر اومدید. بنده کامبیز اسماعیلی هستم، بچه نواسی پسر خلق اسفندیاری. میشناسین دیگه ها؟ جاسا گفت ببخشید تمام جنسا رو آوردیم تو خونه، خل سلاشون کردیم، الان هم بیهوشن. شما چیکار کردین؟ جریان چیه؟ جاسا گفت بزرگترین باند قاچاق آسیا رو دستگیر کردیم، همه جنساشون هم آوردیم. دیگه تخصص ما نیست دیگه، زنگ زدیم شما بیان ببینیم جریان چیه. بله اول من دیدم، رفته بودم دستشویی، بعد در دستشویی که باز کردم دیدم پسره به پدره میگه که 30 کیلو کوکائین رو جاساس کردن تو ماشین. ای وای ای وای، شما چی کار کردین؟ جاسر رو کاربر بیاین در این تو ببینم. را بیان زدیم به همه چی. برو پایین جاسر، من به این بسنم میخواد دست بذاریم. برو پایین این همه کار دست بذاریم. من این کارم اصلا نمیدونم بشو گفت. حتما حتما. جاسر گفت یه دونه پاره شد ولی چی داداش کم نشد. جاسر گفت این پارهش کرد. خیلی خوب درستش کن. ببین میتونی درستش کنی؟ ببخشید جناب سرگرد، بفرمایید میخواین دهنتون شیرین کنی؟ میل ندارم. شما هم پس نمیخواید؟ شکوفه خانم ما ضربه خوردیم جناب سرگرد، بفرمایید. من بدونم کی زده تو سر کریم. من میدونم. آن با من خواب بودم، چه خوابی هم داشتم میدیدم. رسیده بودم به جای حساسش، یهو یه دردی حس کردم، اصلا خوابم پرید. این زده، این زده. من میدونم اتفاق. بنده اعتراف میکنم که بله من زدم. ولی چی گفت بزنی؟ تو گفتی، تو گفتی، تو گفتی. باش ببینم تو چشمه نیا کن. من گفتم. کی گفت من مدیریتش میکنم؟ بله من گفتم مدیریتش میکنم، ولی تو گفتی بزن دیگه. من میخوام بدونم بر چی ما رو بیدار نکردی ها؟ مادر جان حقیقتش من خیلی تلاش کردم شما و شکوفا بیدار کنم، اما بیدار نشدیم، نمیدونم چرا. اما زیور خانم و پریسا خانم بلافاصله بیدار شدن، درسته؟ بله بله. آقا کریم تقصیر کیه؟ عزیز من چقدر به شما گفتم طبیعی رفتار کن، کسی متوجه نشه. این بود؟ چرا توپ میزنی تو زمین من؟ قربونت برم، من که از اولش به شما گفتم من هیچی رو از خانوادم قایم نمی کنم. البته استثنایی یه دفعه من دهنم پرید. بله جناب سرگرد، کلن طفلک کریم همینجوری اصلا هیچی تو دهنش نمیمونه، همینجوری میریزه بیرون. بله جناب سرگرد درست نمیشه، باید دوباره بسته بندی بشه. بدیم من این روز اول درستش کنم. بدیم. بله جناب سرگرد، پریسا خوب بلده همه چی رو کادو کنه. من برم چسب بیارم.
شکوفه دیگه تو این غذا درست نمی کنی، آش زد زیر بغلش. خوبتونم تو جریان هستید، من و پدر و برادر دیگه بله. عملیات رو گرفتیم دستمون و گروگانا رو نجات دادیم. خلاص دیگه یه فیلم دارم، دو پرسوناژ هست، منم یکی از دوستان بازی کردیم، دو تایی بله. آبه این تولد که نمیپیچی بس دیگه، اینقدر حولم نکن الان تموم میشه دیگه. بلش کن مادر جون، حولش نکن دیگه. فقط آقا کریم یه زحمتی بکش چیده این قفرمون رو بچه‌ها باز. چشم این کلید قفل فرمون واسه چی میخوای شما؟ پیدات ببین آقا کریم جان، چانه ما باید یه کاری بکنیم دزدها راحت بیان این ماشین رو ببرن. شما قفل فرمون زدی، شما همه برنامه های ما رو خراب کردی. آقا عزیز من دیشب تا حالا دارم من فکر میکنم چرا نمیان این ماشین رو بدزدن. جناب سرگو مثل این که ما یه چیزی هم بده کار شدیم، میخوای دستی بدی؟ قربونت برم، شما به ما گفتیم مثل آدم های عادی رفتار کنیم. خب آدم عادی هم عقل داره، ما پردیم یه قفل فرمون خریدیم زدیم به این ماشین. این آدم عادی گفت یا نه؟ گفت یا نه؟ دقیقا همینو گفت. چرا سرگو هی گفتم نزن زد این شده؟ حرف نزن. آقا کریم جان، جانم. من به شما گفتم عادی رفتار کن. بله ولی آخه تو روز روشن جلوی چش مردم چطوری ممکنه بیان این همه مواد رو بردارن ببرن بذارن یه جای امن؟ چطوری ممکنه؟ شما منم تو کف همین قضیه هستم، چطوری روز روشن بیان ماشین آدم جلوی چشش ببرن؟ این موضوع کاملا فرق داره. چه فرقی داره؟ آقا فرق داره دیگه. آقا ما باید فرقش رو بگیم. آقا من نمیتونم فرقش رو بگم. عجب گرفتاری. حالا شما اینقدر فرقش رو بگین چرا ما حالا فهمیدیم کدوم تا ده؟ آجی یه دقیقه بیا اینو ببین. بیا بفرمایین تموم شد. ببینی خوب شده؟ دست درد نکنه دخترم. آقا کریم داشتم با شما حرف میزدم اول کی رفتی. حواسم به شما هست، بفرمایین. میخوام الان بهت یه ماموریت دیگه بدم، فقط خواهشن حواستون رو جمع کنین، تمرکز کنین، یه ذره دقت کنین، این مسائل به بار نیاد. میتونم خواهش کنم؟ جناب سرگرد پس یه لحظه صبر کنید من این فیلم ازتون بگیرم داشته باشم یادآوری کنیم برای خود. آقا فیلم نمیخواد که، یه چیز خیلی ساده است. چه فیلمی؟ نه فیلم نگیر آقا، اگه میشه ماموریت رو بده بندی دیگه. یه بار با آقا جون ماموریت دادی، ماموریت رو با شکست مواجه کرد. آقا من ماموریت سر بزرگه، قرار من برم ماموریت. یه بار من برم ماموریت. فقط آقا کریم زیور خانم. من؟ بله شما. همچی خواهش می‌کنم به جوونا هم فرصت بدین، اجازه بدین ما هم یه بار ماموریتمون رو نشون بدیم. خیلی عادی کیفو برمی‌دارید، سوار ماشین میشید، حرکت میکنید، میرید. طبیعی سوار ماشین میشیم. قفرمون هم نمی‌خواد. قفرمون چی آقا؟ دست رو چیکار داری می‌کنی؟ خودت حالا میشه یه اسلحه به من لباس بدین، چون ناموس و مال خودم دفاع کنم اینجا. همونجوری که با مایتا بزدم بعید نیست با قابل من بیان واسه بزنن. شما اگه دوست داری پلیس شی. نه من فقط میخوام از خودم دفاع کنم، نمیخوام پلیس شم. یه چراغ گردون حداقل ما تو ترافیک. احمدی آقا احمدی چرا سرگور کار هیچ چی با میخواستم یه فیسی بود این آخر گم میزنم. پارکینگ هتل رو هماهنگ کنین، ما متیسدی اونجا. خدافظ. شما کجا؟ نه. اول از اون بعدش هم خیلی آروم باش. طبیعی همونطوری که بهت گفتم نگران نباش، ما اینجاییم. سوار ماشین میشی، راه میافتین میرین.
بعد من زنگ میزنم تلفنی بهتون میگم چیکار باید بکنی. آخه نداره که بابا دیده به من. آقا کریم چرا میترسی؟ بیا بریم دیگه. بابا بیا بریم دیگه. کوکائین کوکائینه بابا. بریم ببخشید آقا، ولی اگه اجازه بده من برم. بابام یه خود شما راحت باش بشین سر جات. نمیخوایم بریم داخل؟ بفرمایید. کسی تقریبه اون نمی کنه؟ نه مطمئنی؟ به این سنجا که ماشین رو باید با کنسا رو خالی کنید، برای چند ماشین اینجا بکنید. نیست دیگه، بی خود دنبال چی میگرد؟ باید زنگ بزنیم به رئیس. آقا فسان مطمئنشید بعد به رئیس سر میزنیم. آخه چرا خودتو به خنگی میزنیم؟ آخه سیفیل و مواد به جزی رئیس صندلی و صندوق عقب کجا میشه جاساس کرد؟ آه فهمیدم، فکر کنم بابا جاساس کرد. بابا به من گفت همین صندوق عقب رو بگردید با زیر صندلی. حالا بگرد ببین پیدا میکنی. اوه رئیسه، جا بده جا بده. الو سلام رئیس جان. بله خودم خواستم با اتون تماس بگیرم الان بهتون اطلاع بدم. بله ما ماشین آوردیم توی باغ، متاسفانه هیچی توش نیست. بله بله رئیس جان، ما صندلی عقب، صندوق عقب، روی در، همه رو گشتیم. حتی بیژن زاپاس هم چک کرده. این چه حرفیه رئیس جان؟ ما همه داریم زحمت میکشیم، اگه ما بودیم که فرار کرده بودیم. باشه باشه چشم، حتما حتما. خدا چیشا؟ رئیس کلی قاطی کرده، داره میاد مشهد. میاد مشهد؟ دارم میام تکلیف تو و بیژن و ماشین و همه رو روشن کنم. حالا با این ماشین چی کار کنیم؟ چه میدونم؟ گفت برید بیرون خونه رو از دور زیر نظر بگیرید. ماشین رو دزدیدیم بریم اونجا چیکار؟ آها شما هم رئیس رو که نمیشناسی، وقتی میگه برید یعنی برید. بریم آماده شیم. موقعیت رو تحت نظر داشته باشین، هر مورد مشکوک که دیدین سریعا اطلاع بدید. جناب سرگود بریم یا وایسیم؟ بمون. چهار بود دیگه؟ آره. تشریف بیارید دوستان. چرا اینطوری میکنی شما؟ آقا تشریف بیار لطفا. سلام آقای معاونی. سلام علیکم. سلام علیکم. یه دسته خواهش میکنم به من توجه کنید. آقا ناسلامتی ماشینتون رو دزدیدن ها. چرا باید خوشحال شما چیکار میکنید؟ بله جناب سرگون چیزی به شما نگفت. بله بله. تو من در خدمتم بفرم. من از اول یه بار میگم. یه بار دیگه از اول. نه آقا جون چی رو از اول؟ آقا بلش کن دیگه، فیلم از اول. آقا چیکار میکنی؟ یه لحظه من توجه کنی.
لطفاً کسی اینجا حرف نزنه، فقط آقای یاونی بفرمایید. بفرمایید. چشم باشید. شما بفرمایید. قربون برم، ما رو گرفتی ها. شما همکارتون اینجا بودن. گزارش آقای یاونی جناب سرگرد نگه به شما نگفتن. دوست جناب سرگرد چی میگفت؟ آقا جون پس فیلم بازی کن مثلا طبیعی ماشینو دزدیدن. آره دیگه. اون چی بگم؟ من از خدمتتون هستم. بگو آقا جون، بگو. بگم این ماشین ما رو دزدیدن. آره دیگه. بعد همکار شما اینجا بودن. خب خودشون همه گزارش رو نوشتن. خب بله. من دیگه نمیدونم دزدیش. بله دیگه اصلا بگو آقا جون اومدی درو وا کردی؟ بله. گفتم مرا شو. بله. آره. ماجرا رو از اول به من از اول 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 شد. بفرمایید بفرمایید. ما تو حیات بودیم، ساکی به ما دادن، ساکی حالا نه آقا جون، ساکی کوکائینا رو که ماما رو نباید ببرین. خب بعد من اومدم در بده. آقا اجازه بده، آقا اجازه بده. آقا شما نیومدی تو که شما نیومدی، زیور خانم اومد بیرون. اینو که همه دیگه چه دخالت میکنی شما به شما چه تو زندگی زناش میمارد داخل کوکایین هم نست. چی کار دارن میکنن اینا؟ شما سرگود من که به شما گفتم نه این کاری نیستم، ولی حرف من قبول نکردی. نه مثل اینکه باید خودم شخصا وارد عملشم. چطوری؟ احمدی را بیفت برو دم یه شیرین فروشی بهت میگم. بریم؟ آره دیگه آقا برو دارم میگم. پس اینا چی؟ کجا بریم؟ شما کاری که میگم انجام بده. باش شما سرگود چش حرکت کن. آقا بیا برو من ببینم. برو من اوه پلیس اومده دم خونه وایساده. ماشینشون رو دزدیده ما. میخوای زنگ نزنم به پلیس؟ زن به رئیس بسن بگو ما اینجاییم. باشه برو برو تا تابلو نشده. برو دیگه. آقا احترام سه نفر دیگر رو برو اونور. آره دیگه. آقای هاونی عزیز شما لطف کن خیلی عادی. آقا صحبت نکن. شما لطف کن خیلی عادی. بس. انگار نه انگار که من تو جریانم. زنگ زدی پلیس. ماشینتو دزدیدن، الانم پلیس اومده. خیلی خوب جریانم واسه من تعریف کن. منم گزارشم پر میکنم میرم. اجازه هست؟ بله بفرمایید. میشه اینا رو بکنین تو من از اول شوهرش میگم. آقا من بچه‌ی نواسه پسر خاله اسفندیاری هستم. آقا اسفندیاری بچه‌م. آقا شما چرا من حرف میزنید؟ میگم خب میرید تو یا نه؟ برو تو دیگه. برو تو. جناب سرور. بله. واسه تو بشینید. آقا برو اون ور دیگه. راست راست. آره. بگو. شما پشتر موندید. جناب سروران حالا ما ماشین رو از تهران تصویر آقا تهران رو ولش کن. تهران اومدی بیرون. نه بعد گرفت اصلا واسه بگو آقا حسین کارت شبستری تعریف کن. آب زهرماری ما به چشمونم نمیاد. آقا من کار دارم این حرفا رو نزن میگم برم. آقا جو الان باید بالا پایین بپری دیگه. همونجوری که تو ثبات کو چجوری این مرغ پای کنده فرق میکنه. جناب ما در باز کردیم. اینجا تر بچه نیست. بس سلام نامه تموم. کجا؟ کجا؟ همینجا بابا همینجا. آقا ماشین ما رو بردن. همینجا بردن. آره همینجا بردن. ماشین ما رو بردن. بهانه گیر آوردم.
برای چی؟ برای که برگردیم سواد کودی که دوباره از دست تو برگردیم سواد کودی برای چی؟ بابا مگه بد میگذره اینجا به؟ خب دیگه من تحمل ندارم، مگه نمیبینی اوضاع رو نمیبینی؟ خیلی بحرانیه، اصلا موندن جایز نیست. با ای داده بیدار، یعنی چی موندن به صلاح نیست؟ مگه اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ بگو من طاقتشو دارم. بگو کامبیز. نه بابا چرا خودتو به گیجی میزنی؟ من نمیدی موقعیت بحرانی رو؟ هر لحظه امکان داره قاچاقچی ها بریزن تو از تره بزنن زیر گلوت. اینجا پیشونیه، گلو نیست. حالا عزیز من این خونه تحت نظر پلیسه. بابا جناب سرگود خودش گفت. بازش هستی از این فیلم ها دیدی ها؟ فیلم چیه شکوف؟ پلیس مگه همه در همسایه میشناسه؟ هر لحظه امکان داره یه نفر زنگ در آیفون رو بزنه میگه سلام علیکم حالتون خوبه؟ برای کنترل اومدم. بعد ناگهان از قهر میکشه میذاره زیر گلوت. بابا این که رو پیشونیه. حالا آقا جون بله بابا چی میگی؟ یه زنگ به جناب سرگرد بزن ببین تکلیفمون چیه؟ تکلیف چی چیه؟ خب راست میگه دیگه، کریم ساعت 2 شد. یه زنگ بزن ببین بعد چیکار کنی؟ تو چی رو راست میگی زیور خانم؟ گفتن خبر میدن دیگه، حتما خبر میدن. ای بابا جون ما اومدیم مسافرت همش بگیریم بشینیم تو خونه؟ همینه دیگه. راست پریسا خانم پاش نماز میبوشیم با هم میریم بیرون. البته با شما زیور خانم و آقا کریم بچه آقا همه مسئولیت من نهار بیرون باشه. چی باشه. جبگیر شدی؟ مسئولیت من باز چی داری میگی آقا اکبر؟ اکبر اینا تعارف تیکه پاره نکن، یه خودم فکر من باش. بلنشو بریم دیگه، فشارم افتاد. بریم دیگه، مردم گشنگی. ننه ببخشید، شما گفتی با اون کله پاچه‌ای که خوردم تا سه روزی چی نمیتونم بخورم چجوری؟ یا سلام بهروز مادر زشته، نگران نباشیم مادر جون، الان پریسا بولم شه دمپختک درست میکنه هممون میخوریم. ای بابا ماما چی پریسا درست میکنه؟ من همش بشور بسوم خسته شدم. من کوزتم. کوزه کیه؟ کوزه چیه؟ کوزه تناردیه به شماره بندیه دو که از یزیز هست شده. این هم از مسافرت اومدن ما شده، شدیم این تام و جری. چرا انقدر شلوغش میکنی بابا؟ گفتن تا شب با چاقچیار پیدا میکنن، حتما پیدا میکنن دیگه. آقا جون حواستون کجاست؟ به خاطر شاهکار این دوتا آقایون اونا اصلا هیچ ردی ندارن دیگه، ما باید وایسیم تا اون قاچاقچی ها با ما ارتباط برقرار کنن. آقا ما که کف دستمون رو بو نکرده بودیم داداش من. بو کن شاید بو بده. زنگ میزنم. بودو اسلحه تو بردار، اسلحه. بابا اکبر کشو برو زنگ رو عجا برداشتن. کیه این موقع؟ من چه میدونم بازم رو میگیه؟ یه یعنی چی میتونه باشه این موقع روز؟ من چی میدونم؟ مگه من آیفون تصویریم؟ نکنه قاچاقچیان اومدن موادشون رو بگیرن. تو کجا میای؟ برو من پشتتم، برو همین. کیه؟ سلام رحیمی هستم، در رو باز کنید. سلام علیکم سلام علیکم دارم میرم خواسته بری؟ چه ماچو بوسه ای هم میکنن معلومه خیلی وقته اما ندیدم اما خودت میرم نه فقط نیم ساعت پیش یه ماشین پلیس اومده بود برای درون ماشین سرقتیه. الان هم یکی با جبشینی رفت توی خونه شون. اوکی پرواز داریم؟ بله چشم حتما میام سراغ چشم. خدا حافظ. چی میگفت رئیس؟ فرودگاه الان داره میاد مشهد. ببین فقط تو خونه زیر نظر داشته باش، من میرم سراغش. خوبه؟ باشه.
جناب سرگرد چی کار کردی؟ قاچاقچی ها دستگیر کردی؟ این ماشین ما رو پیدا کردین یا نه؟ من دل تو دلم نیست والا. نه ببین نه که خب جناب سرگرد شیرینی چی گرفتیم پس؟ بذار نذار نره بخوره. بیار شیرینی ها رو. نده بخوره بیار اونا رو. شیرینی که اشکالی نداره میل کنن. ببین ما با صحبتی که با فرماندهی کردیم به این نتیجه رسیدیم که ممکنه، دارم میگم ممکنه، خدایی نکرده برای شما خانوادتون مشکلی پیش بیاد، خطرناک باشه براتون. البته اصلا جای نگرانی نیست. بنابراین تصمیم گرفتیم که یه مدتی خود بنده تحت عنوان پوشش کنارتون باشم. یعنی من که نفهمیدم، میشه بیشتر توضیح بدی؟ یعنی که میان پیش ما با ما زندگی میکنن؟ دقیقاً به عنوان مهمون. مهمون ساده یا جناب سرگرد؟ از قدیم گفتم مهمون از مهمون خوشش نمیاد، صابخونه از هر داشو. ما خودمون اینجا مهمون. نه بابا کریم بفرما قدم تو سر چیش من قایش میکنم. آقا اکبر برو یه چند تا پیژامه از ننه بگیر بیار. نه دستتون درد نکنه، من اتفاقا وسایلم آوردم الان تو ماشین، فقط یه اجازه بدین برم بیارم. آقا بشی چه تعارف میکنی؟ بزاد یه زیر شماری بازی جناب سرگرد بیار. بزاد آقا میاره بشین ستمون میریزه به هم. آره من شما سویچ بده من میاریم دیگه. خیلی ممنون. سلام هم هم یه جوره مثل این. آره دنه چیزه اینا محصول دنه است. آره خب آقایون عرض میکردم، ببینید من فقط از شما یه خواهشی دارم. تمنا میکنم. من دیگه سرگرد نیستم. تقصیر شما دوتاست. یه کاری کردی خله درجهش کردن. آقا به ما چه ربطی داره؟ آقا به ما کف دستمونو بود کردی. همه چی میگرفتن اصله کار ما رو تحویل گرفتن. من به واسطه شغلی که دارم با خیلی ها در ارتباطم، میخوایید زیرابتون رو زدم برگرد؟ شما دیگه منو سرگرد صدا نزنین. من از این به بعد محسنم. اسم کوچیکم صدا رو زدی. بله محسن. نه جناب سرگرد اینا از من یکی نخواهید. من خودم شخصا به بچه‌هام از کوچیکی یاد دادم که به بزرگتر احترام بذارن. آفرین. اسم کسی رو همینجوری نگر. ببینین آقا کریم، این خونه الان 100% تحت نظر قاچاقچی هست. هیچ جای نگرانی نیست. فقط اگه شما منو سرگرد صدا بزنین خب اونا میفهمن دیگه. شما باید زندگی عادیتون رو بکنین، منم محسن صدا بزنین. محسن پاشو بدیم نهار. پاشو بابا چیش میشم دوم داره. محسن چیه؟ آجو آقا محسن خود سرگرد الان گفت به من دیگه. نه بله بله خودم. آقا حسن خودم. حسن محسن محسن سرگرد محسن سرگرد. فقط من این سوال محسن محسن درست گفتم محسن جون خودش محسن. آقا محسن اما محسن خالی کافی. آقا محسن آقا شما چه دیگه؟ باشو باشو محسن جون من میگم آقا عقل کن از کجا میدونی؟ آخه از لحظه ای که اومدن مشهد تا زمانی که ماشینشون رو برداشتیم ما که ازشون چش برداشتیم. کی مبود تو برداشتن؟ من دیگه ما هم به خاطر همین گیت شده. من کاری به این حرفو ندارم. همه مسئولیتش با تو فهمیدی؟ آقا عشقو من که کف دستم رو بونک کرده بودم. من فقط به شما اطلاع دادم که یه خانواده میخوام برم مشهد. اگه ماشین خودمون رو قبول میکردن که این مشکلات رو نداشتیم. تو ما تصمیم گرفتیم ماشینشون رو یه شب تمام کنیم. من به این حرفا کاری ندارم. از روز اول به همه گفتم سویگه رو که معرفی میکنی اگه مشکلی به وجود بیاد مسئولیتش رو خودت ده. درسته یا نه؟ بله ولی طراحی تصادف و بقیه که نقشه شما بوده. من که گفتم یه ماشین مجانی بدیم بهشون، شما قبول نکردین، گفتین شک میکنن تابلو میشه. مگه تو این دو سال من مشکلی پیش اومده واسمون؟ آقا کجا بریم؟ فعلا بریم باغ تا بهتون بگم چیکار کنیم. بابا این جناب سرگرد چقدر تند میره، گم نکنه راهو. نه بابا تابلوی بزرگی داره ترقب شاندیز، عمران اگه گم کنه. خدا نمیخواد نظر بدید.
طوره چند تا بچه رو بهتش کمک بیژن با چشمی خونه رو مواظبت کنید. بله. کی میده کی میاد همه گزارشش رو میخوام. حتما. خیالم راحت شد که با پلیس همکاری نمیکنن. مرحله دوم رو چرا اجرا میکنن؟ میشه بگین مرحله دوم چیکار میکنی؟ دیگه به چشمام اطمینان ندارم. برو تو. موقعش تو بهت میشه. بیا. فکر نمی کنم اینجا اجازه بدم بساط کنیم. آقا بکنم بگیم نهار برای چی را بردیم؟ برای نهار دیگه برنامه عوض شد. ببین پرغبه رستوران ها شیشلیک های معروفی داره. امروز همه نهار مهمون من. نه آقا موسی من که گفتم همه مهمون من. صحبت کردین دیگه. ببخشید موسی علاوز امنیتی مشکل درست شده؟ آه. من عاشق این چیزای پلیس هم دیگه علاوز امنیتی همه چی رو عوض میکنه. خیلی عالی میشه. دقیقه 90 قافلگیر میکنه قاچاقچی‌ها رو. آقا محسن بفرمایید. چون تعقیبمون کردن اومدین اینجا. آقا کریم. ها. زندگی عادی تو رو کنی فرش میکنم. چشم برای چی برنامه عوض شد؟ خب بگیم و تعمل شنیدنی کنم. خواهشن شما رفتار عادی کنیم. اینقدر این بر اون بر رو نگاه نکنیم. بفرمون همینجا بشید. بفرمون ببخشید فقط ما با این همه گوشتی که خریدی باید چی کار کنیم؟ حالا اشکالی نداره که بعدا تو خونه یک کباب تابه یه چیزی رو کامل درست کنه. بفرمون آقا من اینو برم دستشوی الان یاد ای بابا باید بگی آقا محسن. خیلی خب ببخشید میگم آقا محسن این برنامه رو ما تغییر دادیم قاچاقچی‌ها به همون شک نمی کنن. آخه قاچاقچی‌ها برنامه ما رو از اینجا می دونن. اینم من خودم گفتم بیا اون رستوران بهتره. آقا کریم عزیزا دل برا جانا نگارا فراغت میکند دیوان ما را نشانی رد پایی گوش چرشم به خانه راه اونگشت بارا تام عمری گرفتم خودم اینجا دلم در خونه یا خدا من دا بگو آخر چگونه بسازم با غم یار و غم یار و غم یار یکی بار دیگر دل برم قصد سفر رو در جاده های عاشقی با من خطر عزیزم با من خطر رو از دوری و دیری به تنگ اومد دل ایجا فکر فراغ و تابد از سر به در کل نگر از سر به در کن خودم اینجا دلم در پیش دلبر خدایا این سفر کی ببرسد خدایا کن سفر آسون برایم که بینم بار دیگر یکی بار دیگر دل برم قصد سفر رو در جاده های عاشقی با من خطر عزیزم با من خطر رو از دوری و دیری به تنگ اومد دل ایجا فکر فراغ و تابد از سر به در کل کم از سر به در کن